نزدیک به 4.5 ماه از آغاز کار حکومت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ میگذرد، اما واشنگتن هنوز سرگرم بررسی رابرد آمریکا در قبال افغانستان است. سخنگوی قصر سفید میگوید که رابرد آمریکا در قبال افغانستان تا هنوز نهایی نشده است و ممکن تا چند روز دیگر نهایی شود. در مورد بررسی رابرد آمریکا در قبال افغانستان، رئیس جمهور ترامپ با وزیر دفاع این کشور کار میکند. تا کنون تصمیم نهایی گرفته نشده است. رهبر آمریکا در قبال افغانستان در حال نهایی شدن است. ظاهرا افزایش شمار نظامیان بین المللی در افغانستان از عمده ترین موارد در رابرد جدید آمریکا برای افغانستان است. سخنگوی قصر سفید در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ افغانستان پایان یافتنی است یا خیر، پاسخ واضح نداده است، اما گفته است شکست دادن تروریسم و تندروی در اولویت کار رئیس جمهور ترامپ قرار دارد. رئیس جمهور ترامپ می خواهد گروه های تروریستی داعش و القاعده را شکست دهد، می خواهد تروریسم را شکست دهد. او می خواهد مطمئن شود که کشور و مردم آمریکا در امان هستند. به همین دلیل خواستار بررسی این راهبرد شده است. این سخنان در حالی مطرح می شود که مقام های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در راهبرد جدیدی که به رئیس جمهور آمریکا ارائه کرده اند گفتند که شکست بن‌بست جنگ افغانستان نیاز به حضور 30 تا 50 هزار نیروی بین المللی در افغانستان دارد.